حاضر افرادی که جهان را در زمان کودکی من اشغال کرده بودند دورتر از ذهن می نمایند تا قرن 19 برای آن افراد. آنها هنوز تا گلو در گرداب تقدس مآبی و تعصب فرو رفته بودند. به رسوم همانند مویزی که هنوز به درختی خشک می آویزد آویزان بودند. غذایشان را در دور میزی بزرگ دور هم و در حالات نشسته ناراحتی روی صندلی های چوبی صرف می کردند. لباسهایشان شامل چندین قسمت می شد که هر قسمت به نوبه خود شامل بازمانده های بی استفاده و بریده شده ای از این یا آن مد قدیمی تر بود. مردی شهرنشین صبح که لباس می پوشید می بایستی حدود 30 دکمه را در سوراخ‌های آن دکمه ها می کرد و علاوه بر آن 3 تا گره می زد و محتوای 15 جیب را وارسی می کرد. مردم در نامه‌هایشان افراد کاملاً غریبه را با عباراتی معادل ارباب عزیز خطاب می‌کردند و امضاهایی را که قرار بود نامی را باشند به همراه سرهمبندی کردن کلماتی حاکی از ارادت احمقانه‌شان به شخصی که وجودش برای نویسنده نامه پشیزی ارزش نداشت در پای آن می‌انداختند. جدان در جدشان مایل بود حقوق و کیفیت هایی به جامعه اعطا کند که از اعطای آن به افراد جامعه سر باز می زد. به همان اندازه‌ای که مذهب پیشینیان آنها را تحت تأثیر قرار داده بود، اقتصاد آنان را به خود مشغول می داشت. آنها مردمی سطحی، بی توجه و کوته بین بودند. بیش از هر نسل دیگری تمایل داشتند افراد نابغه را نادیده بگیرند و افتخار کشف دوباره آن افراد را به عهده ما رها کنند. از این روز که ریچارد سیناترا در زمان حیاتش جنگلبانی گمنام در زیر درختان کاج تیلاورایت در رویا فرو رفته یا مشغول خواندن اشعار شگفت‌انگیزش برای سمورهای جنگل سن ایزابل باقی ماند، در حالی که همه سیناترایی دیگر نویسندهی کم اهمیت از تباری شرقی را می شناختند. انواع پدیده‌های مقدماتی حیات‌شناسی کسانی را که به طرفداران اصالت روح معروف بودند به سوی احمقانه‌ترین نوع حدسیات اسبق در مورد تجربه کشاند و باعث شد آنان که به عوام موسوم بودند شانه‌های پهنشان را با جهلی به همان اندازه احمقانه بالا بیاندازند. و چه تسمیه زمان ما به نظر آنها شماره تلفن می‌آمد. آنها به طرق مختلف با برق بازی می کردند بی آنکه کمترین اطلاعی از واقعیت وجودی آن داشته باشند و جای تعجب نیست که کشف اتفاقی سرشت حقیقی برق برای آنها شگفتی هولناکی در پی داشت. در آن زمان من مردی میان ساله بودم و پروفسور اندروز سال خورده را که در وسط دانشگاه در میان جمعیتی بهت زده زار زار می گریست به خوبی به یاد دارم. ولی علی‌رغم تمامی آن رسوم مسخره و پیچیدگی هایی که جهان در آن گره خورده بود، دنیای روزگار جوانی من دنیای کوچک شجاع و خشنی بود که با ذره‌ای هزل تلخ از سر عداوت برخورد می کرد و به آرامی رقص بار میدان های دور افتاده جنگ می شد تا ابتذال وحشیانه هیتلر و آلامیلو را فرو بنشاند. و اگر من خود را رها کنم، حافظه هیجان زده بسیاری موارد خوشایند، پرملاطفت، رویایی و دوست داشتنی را در گذشته خواهد یافت و آنگاه بدا به حال عصر حاضر، چون هیچ کس نمی داند هنوز چه کارهایی ممکن است از دست پیر مردی خوشبنی ساخته باشد اگر آستین بالا بزند. ولی دیگر صحبت در این باره بس است. تاریخ رشته من نیست، پس شاید بهتر باشد به مسائل شخصیم بپردازم تا نکند همانطور که توسط جذابترین شخصیت یکی از داستانهای خیالی امروزی به آقای ساسکاچوانوف گفته شد، به من هم گفته شود هر موشی باید سر به سوراخ خودش داشته باشد و در حیطه‌ای که قلمرو دیگر ولگردان و پرسه زنان تابستانی است ایجاد مزاحمت نکنم.
من در پاریس متولد شدم. شیرخوار بودم که مادرم درگذشت. از این رو او را تنها همچون تکه پارچه‌ای مبهم، آغشته به گرمای اشک‌آلوده لذت بخشی درست در فراسوی مرز حافظه پیکرنگار به خاطر می آورم. پدرم موسیقی تدریس می کرد و آهنگساز هم بود. هنوز کاغذ قدیمی اعلام برنامه ای را که در آن اسم او در کنار اسم موسیقیدان بزرگ روس نگاشته شده حفظ کردم. او مرا تا مرحله دانشگاهی دنبال کرد و بعد در زمان جنگ آمریکای جنوبی از نوعی بیماری خونی ناشناخته درگذشت. 7 ساله بودم که به همراه او و شیرین ترین مادر بزرگی که هر کودکی ممکن است از وجودش برکت بگیرد، اروپا را که دستخوش شکنجه هایی غیر قابل توصیف از جانب ملتی رو به انحطاط بر نژادی شده بود که من به آن تعلق داشتم، ترک کردیم. زنی در کشور پرتغال بزرگترین پرتغالی را که تا آن زمان دیده بودم به من داد. 2 توپ جنگی کوچک خط عقب کشتی را از شکنجه بدشکون حرکت کشتی بر آب پوشانده بود. چند دلفین موقرانه پشتک زدند. مادر بزرگم قصه ای درباره یک پری دریایی که صاحب پا شده بود برایم خواند. نسیم کنجکاو به خواندن او می پیوست و خشمگینانه صفحات کتاب را ورق می زد تا بفهمد چه اتفاقی می افتد. از آن سفر دریایی تنها اینها به یادم مانده است. با رسیدن به نیویورک، مسافران مکان به همان اندازه مسافران زمان که آسمان خراش های از مد افتاده را می پیمودند، تحت تأثیر قرار می گرفتند. البته این وچه تسمیه مناسبی نیست، چون رابطه آنها با آسمان به ویژه در پایان اسیری روزی گلخانه‌ای به هیچ وجه رابطه ای نبود که تماسی خراش گونه را در ذهن بیدار کند، بلکه به گونه ای توصیف ناپذیر، ظریف و بی سر و صدا بود. در چشمان کودکانه من که گشادگی فراخ پارکی را می نگریست که قبلاً مرکز شهر را آراسته بود، آن آسمان خراش های دور، بنفش رنگ و به طرزی عجیب اقیانوس گونه به نظر می رسیدند. مخصوصاً که اولین انوار محتاطانهشان را با الوان غروب در هم می آمیختند و با نوعی صفای رویایی درون پرتپش ساختار نیمه شفاف خود را ظاهر می کردند. کودکان سیاه پوست به آرامی روی تخت سنگهای مصنوعی نشسته بودند. درختان اسامی 2 کلمه لاتینشان را بر تنه‌هایشان به نمایش گذاشته بودند. همانطور که رانندگان تاکسی های خپل، جلف و سوسکی شکل که به طور کلی در ذهن من به جلفی آن دستگاه های پخش موسیقی خودکار می مانند که وقتی دوچار یبوست موسیقیایی می شوند، فرو کردن سکه کوچک در آنها نقش معجزه آسای مسهل را بازی می کند، عکس های کهنه‌شان را به پشت سرشان چسبانده بودند. چون ما در زمان هویت یافتن و به فهرست در آمدن به سر می بردیم، شخصیت افراد و اشیا را بر حسب نام و القابشان می دیدیم و به وجود آنچه اسم نداشت باور نداشتیم. در نمایشنامه تازه به روی صحنه آمده و هنوز محبوب که با آمریکای غریب دهه بلند پروازانه 40 سر و کار دارد، شکوهی فراوان به بخش کافه گلاس اختصاص داده شده، ولی پازولفی ها و پیراهن های آهار خورده به طرزی بیمعنی از واقعیت تاریخی بدورند که در روزگار من هم این گونه چرخیدن های مدام و وحشیانه بر روی صندلی های بلند قارچی شکل که به بازیگران نمایشنامه در آن افراد کرده اند به چشم نمی خورد. ما معجون ساده من را با نیهایی بسیار کوتاه‌تر از آنهایی که بر روی صحنه به کار گرفته شده بود در فضایی از هرس و آزی عبوسانه می آشامیدیم. وجد کوتاه بینانه و اندکی شاعرانه مراسم را به یاد دارم. کف فراوانی را که در بالای تکه خامه یخزده مصنوعی تولید شده بود، با مایه قهوه‌ای رنگ غلیظی از سس فاج که روی کله قطبی آن ریخته شده بود.
سطح برنزی و شیشه ی میزها، انعکاس عقیم چراغ‌های برق، صدا و لرزش پنکه‌ای در قفس افتاده، پوستری از جنگ جهانی که نمایش دهنده عموسام با چشمان آبی و خسته روزولت شکلش یا دخترکی ملبس به یونیفرمی جلف با لب زیرین بیش از حد متورم، آن قنچه کردن لب، آن دام بوسه ی عبوسانه، آن مد زود گذر در جذابیت زنانه 1950 و آن نغمه فراموشی ناپذیر مخلوط صداهای ترافیک که از خیابان به گوش می رسید. این طرح‌ها و اشکال موزون که مسئولیت موشکافی آگاهانه آنها تنها به عهده زمان است، به گونه ای داروخانه را به جهانی متصل می کرد که در آن انسان فلز را می آزرد و فلز تلافی می کرد. من در نیویورک به مدرسه رفتم، بعد به بوستون نقل مکان کردیم، سپس از آنجا هم نقل مکان کردیم. به نظر می آمد که همیشه مسکنمان در حال تغییر است و بعضی از این خانه ها از بعضی دیگر حزن‌آورتر بودند، ولی فرقی نمی کرد که شهر چقدر کوچک باشد. همیشه در آنجا محلی پیدا می شد که لاستیک دوچرخه را تعمیر کنند و محلی که بستنی بفروشند و محلی که عکس های فیلم ها را نشان دهند. به نظر می رسید دره‌های تنگ کوهستانی را به دلیل پژواکشان چپاول کرده اند. اینها را با دارویی مخصوص از عسل و لاستیک مداوا می کردند تا اینکه لهجه غلیظشان با حرکات لب عکس‌های پشت سر همه روی صحنه به سفیدی ما در سالن‌های ارغوانی تاریک هماهنگ می شد. مردی با ضربه مشتش هم نوعش را بر برجی از سبدهای روی هم چیده شده می انداخت. دختری با پوستی بسیار نرم ابرویی کشیده را بالا می آورد. دری با آن گونه صدای ضربه خارج از قاعده که از ساحل دور دست رودخانه‌ای به گوش می رسد که در آنجا مردان به هیزم شکنی مشغول بودند بسته می شد. آنقدر سن دارم که قطارهای درجه دو را هم به خاطر بیاورم. وقتی نوزاد بودم می پرستیدمشان. وقتی پسر بچه بودم از آنها به سمت انواع پیشرفته به سرعت رو گرداندم. با پنجره های فرسوده و چراغ های کمسویشان هنوز گاهی به سنگینی از میان رویاهایم عبور می کنند. ظاهرشان را می شد به جهت بار آمدن فاصله پنداشت، به جهت پس و پیشی کیلومترهای فتح شده. اگر نوشکفتگی خود را تسلیم عمل خاکه های زغال سنگ نمی کردند تا به این ترتیب با دیواره های کارخانه ها و ساختمان های زشتی برابر شوند که به همان الزامی به استقبال شهرها می روند که قواعد دستور زبان و لکه جوهر به استقبال دانش مرسوم می آید. فنجان‌های کاغذی قیفی شکل در انتهای یک واگن ذخیره شده بودند و می‌توانستند به نرمی آب سرداب مانند یک فواره کوچک مطیع را که سرش را با تماس دست عقب می‌کشید پیمانه کنند. مردان پیری که شبیه کشتیرانان سفید موی قصه های از این هم کهن‌تر بودند، گهگاه فریاد ایستگاه بعدی سر می دادند و بلیط های مسافران را که در میانشان اگر مسافرت به اندازه کافی طولانی بود، بی برو برگرد تعداد زیادی سرباز بسیار خسته ولو شده و یک سرباز مست و به شدت سرخوش که تنها رنگ پریدگیش او را به مرگ متصل می کرد، وجود داشتند، وارسی می کردند. همیشه سر و کله آن سرباز مست به تنهایی پیدا می شد، ولی بی برو برگرد او موجودی جوان و سفالین، یک مجنون در میان آنچه کتاب های درسی بسیار نوین تاریخ به سلاست آن را دوره هامیلتون نامیدند، در بزرگ داشت آن استاد بی علاقه که آن دوره تاریخی را برای استفاده بی مغزان توصیف کرده است در قطار حاضر بود. بنابرای دلایل مختلف، پدر هوشمند ولی ناکار آزمودم نتوانست خود را به اندازه کافی با شرایط دانشگاهی وفق دهد تا برای مدتی طولانی در یک مکان اقامت داشته باشد. تمام آن شهرها را می توانم مجسم کنم، ولی به ویژه خاطره شهری دانشگاهی برایم بسیار زنده است. احتیاجی به بردن نام آن شهر نیست.
کافی است بگویم در فاصله سه جریبی ما در کوچه‌ای پربرگ خانه‌ای قرار داشت که اکنون قبلگاه ملتی است. نیمکت‌های آفتاب گرفته را در زیر درخت سیب به خاطر دارم و طول سگی شکاری به رنگ مسی روشن را و پسرکی چاق و ککومکی با کتابی بر زانوانش و سیبی مشت پرکن که در سایه پرچینی چیده بود و شک دارم جهانگردانی که این روزها به دیار زادگاه عظیم ترین مرد زمان خود می روند و به اساسیه ی آن زمان که خودآگاهانه در ورای تنابهای قطور گرد هم آمده و نامیرایی را که در حرم کرده اند نظر می افکنند بتوانند چیزی از آن تماس افتخار آفرین با گذشته را که من مدیون حادثه ای اتفاقی هستم حس کنند. چون هر اتفاقی که بیفتد و بدون در نظر گرفتن اینکه کتابدارها چند کارت فهرست کتابخانه را تحت عنوان مقالات منتشر شده من پر کنند، نسل‌های آینده مرا به عنوان مردی به یاد خواهند آورد که یک بار سیبی را به سمت بارت پرت کرد. از نظر کسانی که پس از اکتشافات خارق‌العاده دهه 70 به دنیا آمدند و از این رو چیزی به جز شاید بادبادک یا بالون اسباب بازی را در طبیعت در حال پرواز ندیدند، تجسم هواپیما کار ساده‌ای نیست. به ویژه از این رو که عکس‌های کهنه آن ماشین‌های بسیار زیبای در حال پرواز فاقد حیاتی است که تنها هنر قادر به بازشناساندن آنهاست و در کمال تعجب هیچ نقاش برجسته‌ای آنها را به عنوان موضوعی که نبوغش را در آنها تزریق کند و از این راه صیانت تصویرشان را از انهدام مصون دارد انتخاب نکرده است. گمان می کنم برخوردم با بسیاری از وجوه زندگی که خارج از حیطه بخش ویژه‌ای از علومی است که در آن تخصص دارم نامتعارف باشد و احتمالاً شخصیت مردی بسیار پیر همچون من هم ممکن است مانند آن شهرهای کوچک اروپایی که نیمیشان در فرانسه و نیمیشان در روسیه است منقسم به نظر آید. به این آگاهم و محتاطانه عمل می کنم. به هیچ وجه قصد برانگیختن اشتیاقی وجدآور یا تعلمی ماتمبار را در مورد ماشین‌های پرنده ندارم، ولی در این حال نمیتوانم بر ته صدای رمانتیکی که در سرشت کلیت سمفونیک گذشته احساس می‌کنم سرپوش بگذارم. در آن روزگاران دور که هیچ نقطه‌ای بر روی زمین بیش از 60 ساعت پرواز از فرودگاه شهر محل اقامتت فاصله نداشت، همه پسر بچه ها تمامی قسمت های هواپیما را از ملخ آن گرفته تا زائده روی بال برای افقی نگاه داشتن هواپیما را می شناختند و انباع آنها را نه تنها از شکل نوک بال ها یا نوع برآمدگی اتاق خلبان، بلکه از روی خطوط بر جای مانده از زائده سوخت شان در تاریکی تشخیص می دادند. از این رو در شناخت شخصیت ها با آن طبیعت تعقیب کننده جنون زده شان آن معتقدان به اصول تشکیلات سالاری پیرو لین رقابت می کردند. نقشه طرح ساخت بال یا بدنه هواپیما هر پسر بچه ای را بر سر شوقی خلاقانه می آورد و نمونه هایی که او از چوب پنبه و چوب سنوبر و گیره کاغذ می ساخت در طول زمان ساخت چنان هیجان افسون شونده ای برایش برمغان می آورد که در مقایسه با آن هیجان حاصل از اتمام کار ملال‌آور به نظر می آمد. گویی روح آن شی در لحظه‌ای که شکل آن به ثبات دست یافته بود به دور دست پرواز می‌کرد. به نتیجه رساندن و علم در ذهن نگاه داشتن و هنر حالاتی است که روح علم و هنر برای خود نگه می‌دارند، ولی آنگاه که این دو یکدیگر را ملاقات کنند هیچ چیز دیگر در دنیا اهمیت ندارد و
و حالا باید روی پنجه پا بازگردم و دوران کودکیم را در متعارفترین نقطهش، در انعطاف پذیرترین حالتش رها کنم. باز ایستاده از حرکت به واسطه ی صدای یک نواخت و ژرف که در بالای سر ارتعاش دارد و اوج می‌گیرد، بی حرکت ناآگاه از وجود دوچرخه رامی که رویش نشسته، یک پا روی پدال، شست پای دیگر در تماس با زمین آسفالت شده، چشمان، چانه و قفسه سینه به سمت آسمان عریان که در آن هواپیمایی جنگی با سرعتی باور نکردنی که تنها فراغی فضای حاملش آنگاه که نمای جلو به نمای پشت تغییر می‌یابد و بالها و همه آن به دور دست‌ها مستحیل می‌شوند، حرکت آن را بطئی می‌کند. هیولاهای ستودنی، ماشین‌های پرنده عظیم همگی رفتند. آنها همچون دسته قوهایی که با صدای پرتوانی که از فراوانی بالها برمی‌خیزد در شبی بهاری در بالای دریاچه نایت در مین از سمت ناکجا به جانب ناکجا پرواز کردند، محو شدند. قوهایی متعلق به نژادی که علم هرگز آن را تعیین نکرد، نژادی که قبلا دیده نشده است و پس از این نیز هرگز دیده نخواهد شد. و آنگاه به جز ستاره ای تنها در آسمان چیزی نماند، مانند علامت ستاره که یک پاورقی کشف نشدنی را رهنمون می شود.